خیلیش. خواهی من که خدمتون عرض کردم، من خودم با خودم مشکل دارم، وگرنه هم شما خیلی خوبین، همین که برادرتون خیلی آقاست. بله ببین، من اصلا قصد ازدواج ندارم. دنبال چی میگردی تو؟ این فلاش قدیمی آقا جون رو میخواستم. آه متشکرم. بله شما لطف داری، متشکرم ازتون. بله نه خیر، من بینیمو عمل نکردم. ببینید خانم محترم، من اصلا نمیتونم. اگرم الان بهتون زنگ زدم فقط برای این بود که بهتون بگم اگر تشریف نیارین شرکت برین، مزاحمتون نشم. گفتم کارو یه سره کنم خودم بهتون بگم. من اصلا قصد بله قصد ازدواج ندارم. کیه؟ من خب بله همین نمیتونم. خب نمیتونم ازدواج کنم، نمیخوام. خداحافظ. اه هاشم دارم بیچم بی... آدم های بیجنبه یعنا، خسته شدم دیگه. گفتم حالا کی بود؟ هیشکی بابا، خانم قشقایی، خواهر یکی از مشتری های شرکته. خستم کرده دیگه، هر روز. ببینم مزاحمتی ناراحتی چیزی که برات درسته؟ نه داداش، نه خانم خوبیه، ولی خب من دیگه حوصله این حرفا رو ندارم. بابا آدم خسته میشه دیگه، اصلا گوش نمیده. میگم نمیخوام ازدواج کنم، گوش نمیده. پس برای این در لا 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 ببین چیه، ناراحت نشو، این چیزا پیش میاد، بالاخره درست میشه، قصه نخور. ببینم گلی خانم، میتونی یه دستی سر گوشه اینا؟ نه خودم بدش. نه دادش میخوام بده، من پاک میکنم. دستو در نکنه عروس خانم. داداش اذیت میکنه. ببین فردا من کلید ویلای یکی از این همکارام که ویلاش تو کرجه گرفتم، فرامرز و فرهادم میخوام ببرم. تو هم اگه بیایی خیلی خوب میشه، یعنی حال و هوات عوض میشه. یه هوایی عوض میکنی دیگه. نه داداش من نمیام، آقا جون تنهاست، جمعه است، باشم پیش. آخ راست میگه، اصلا یادم نبود. ولی آخه همین داداش آقا میگم پوشپوش بگیریم، به 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 پوشپوش بگیریم ببریم اونجا خورد کنیم، کباب بزنیم تو رگ. بله ببین تو هم بی خودی شلوغش نکن، دو سه نفر که بیشتر نیستیم، بالاخره اونجا یه چیزی میخوریم دیگه. خب این چیه دستته؟ این دفترچه راهنماست، اینو تو فرودگاه بهم دادن. یه چیزیه، فقط ببین تمام نقشه همه جای ایرانو زده. این کرج اصلا هیچ جاش ننوشته، نمیدونم چرا. گلی جان یه زحمت بکش، خب یه سبد بیار، چای، شکلات، قند، شکر، همه چی بریز توش، ببریم کرج بخوریم، چاکشیم، بترکیم. براتون میذارم. چیه چته؟ چرا بد شلوغش کردی؟
ببینم گل خانم. بله. خواهر من. بالاخره شما تشریف میارین یا نه؟ نه دیگه داداش، ببین با این حال و وضعی که آقا جون داره اصلا بهتر نیام. جمعه هم هست بمونم پیشش. خیلی بهتره. فردا جمعه است؟ بله. آقا رو روزهای هفته رو قاطی کردی. واقعا که خیلی خوشی. نه نه من به خاطر این گفتم که اگه جمعه است گلی هم بیاد. نه بابا من که نمیام، من میمونم خونه. برای چی میمونی خونه؟ آقا جون تنهاست دیگه. آقا جون بی خود تنهاست. آی مواظب حرف زدنت باش. نه نه منظوری که آقا جونو کولش میکنیم میبریمش اونجا. تو که میدونی فرهاد اون از این خونه بیرون بیان نیست. آقا اونش با من تو چیکار داری؟ آقا خیلی خوب اگر آقا جون بیاد منم میام. اون وقت هم شما نمیخواد خودتون رو خسته کنین بسات کباب و اینا، از همینجا جوجه هم میبریم که دردسرش کمتر. دست در آره آره برای جوجه رو ولش کن الان. آقا جون رو بچه برو. آقا من برم وقت فعلا بیارم با این واقعا داریم. باز دوباره ذوق زده شد. از بچگی جنبه هیچ جو نداشت. حالا به هر آه خیلی متشکرم. ولی اگه میخواییم بشورمش رو کمیزشون ببینم این یه 120 سالی هست میشه که کار میکنه نه؟ آخه آقا جو من برای این میگم که سر بیشور اینجوری از خواب میپرونه. عیب بزرگ تو اینی که بی خودی سختگیری گلچره. آخه مگه ناخون تو نخور؟ آخه مگه میشه دختری با متانت و وقار تو خواستگار نداشته باشه؟ خواستگار هست. باید فکرتو باز کنی، چشتو باز کنی، درست به موقع تصمیم بگیری، اینقدر ایراد بی خودی نگیری. بی خود میگم فریدون؟ نه کاملا درسته آقاجون. منم این کو پشتت وایستادم. در ضمن هر کیم بهت گفت بالا چشمت ابروه، باز خودم هستم. اگرم دیدی از کسی خوشت اومد و میتونی باهاش زندگی کنی، تشخیص دادی که قابل زندگیه، باز به داداش میگی گوششو میگیرم با زور میشونمش سر سفره عاد. درزه با آقا جون گفتن ناخونتون نخوره. ممنون داداش، ممنونم ازت. ولی آقا جون میدونین چیه؟ من ناراحتیم از اینه که همه میخوان برای من دل بسوزونن. دل سوزوندنشون هم اینجوری که برام شوهر پیدا کنم. بابا نمیخوام. خب بعد هزار تا توقع هم از آدم دارن که ناراحت نشی. عزیز من قربونه تو برم. همه که میگی کیه؟ همه دیگه. خب ماهاییم. نه برای همه. به خاطر اون زندگی گذشتت، به خاطر آیندت دوستت داریم، میخوایم یه کاری بکنیم که دیگه مشکلاتی پیش نیاد. بله ناخونت هم نخور از این به بعد. آخوش نخور در آینده رو میگه. چشم تو فکر کن سر سفره عقل نشستی، همه منتظرن بله بگی تو نشی. داداش داداش چی شد؟ آقا فرامرزم اومد دیگه. کلش نبود، کلش نبود. خب حالا که همه قراره بریم به اون دوتا بنده خدای بیگناه هم بگین بیان با همون طلعت و میکائیل. میگم آره گناه دارم، ثوابم دارم. بله آقا شو گفتم آره. بشو و میان. خب خدا رو شکر خوب کردی. بابا من هر چی حساب میکنم میبینم که نمیشه توی ماشین جا نمیشه. چطور؟ آخه ببین ما همینجوری از 6 نفر بیشتریم. با فرامرز بریم دم نمایشگاه ماشین حاج یوسف رو برداریم بیاریم. بیا من برم. من باید میام. آقا من میرم. من بدجور حواس رانندگی کنم. اجازه بدید من برم رانندگی توپ فور. نه بابا همو بد رانندگی میکنی آخه تو جاده. خوش حالا بشه باشه فرمان بیا. این دوتا مرتب با هم مشاجره دارم. مرتب. گلی جان این خوبه؟ آره دیگه همینه ترد جان خوبه. فقط قربونه یکی دو دست فنجون لیوانم بردار. باش ناخون تا از درد درد. یه دونم کمه هفتش دهت بیا. چل هفتش دهت بیاره. اینم میگه ناخون تا خداش این خوردی دیگه. ای بابا جم دیگه بابا دیر شد.
نه دده دده نماز مسواک من نیدی؟ نه مسواک خودم دو هفته است نمیدیم کار علی رزا کار علی رزا سو هفته بیشتر سو بودیم بجم بید بابا زام شو باید فکرشی برش بکنیم چکارش کنیم ده؟ بجم فرمان چشم میگم دادش امروز از اون روز است آقا میخوام برم یه چیز بیارم با حال به درد اون میکنم پدرام پدرام تو کیف من باشه کسه نتوشه ببینین هرچون دو جا نگیده ببینین گوچه رو جا نگیده ببینین موازم باش علی رزا علی رزا بله آقا جو این مرسما که باز ندیدی من نمیدونم آقا جو یارو تو پا بریم ببین چیکار کردی حالا اونجا برو برش تو بیارش برو یه سری تمام در رو کنترل آقا جون این درای اصلی که بسته باشه کافیه دیگه داریم میریم خونه تنها میمونه اعتبار نداره یه نگاهی دیگه بکن آقا این دم رفتنی هم همه کارا به من میگه برو حرف جناب نصرت خان گوش کن دیگه جا ببینم چون کار داریم یه چون کار داریم این کار بکن برو اون کار بکن خورو شدن تکلیف ما باید با اینا مشخص کنم اینم قطب نما علیرضا فرمان ول کن درو در ول کن میخوام بیام بیرون ول کن دیگه اومدم سب کدر رو ببندم ای بابا از که سفر قنپار میخوام بریم پنج ساعت داری آماده میشه ای بابا بریم یالا بریم فرماز خیلی کارتون زشته الان وقت شوخی نبودا
آخ برای چی رفتید؟ چرا برای نبردید؟ سلام خوبی؟ خاطر لوس نکن، خاطر لوس نکن ببینم هر کجایی چما؟ خب، مسخره؟ میگم خاطر لوس نکن گوش کن به گالی بگو که کلیده یدک رو کجا گذاشته ها؟ نمیخواد چیز کنید چما نگران من باشید نه خیلی نمیخواید برگردید، من خودم میام آره، بله، عوارضی رو بلدم همون دمه عوارضی واسه من دیگه یه رو دیگه خودم میرسونم آره، هیچی دیگه نمیخوام، خداحافظ بله چی میگید؟ یکی یکی حرف بزنید خب یکی یکی بایستید الان خودم میگم اگه شما با ما نبودی؟ پاشیش ابتدایی که ستایی با هم بودیم تو یه محل نبودیم من نمیدونم چطور شد شما از ما جدا شدی یه دفعه رفتی شهرستان من با شما یادش اومد این بابام رفت شهرستان خب. منتقل شد اینی که منم با اونا رفتم شهرستان اینی که خاطرم نمونده خب خب من... تا این که منم تو اداره با هم دیگه استخدام شده این قشن یادم اصلا مثل این که ما ستا رو فراموش کرد شما نتونستین آقا نصرت خانم این آقایون آقا نصرت رفته کرج تا شبم بر نمیگرده این بار دهم رفته کرج کرج من میخوام برم کرج خودمم اینم میخواد بره کرج آقا با شما داری چی کار میکنی اونجا بیا بشی بیا بش الان نصرت خان میاد بیا بش من فکر کنم شما همون پسرش هستین که خارجه بودی نه؟ درسته؟ بله من فرهاد هستم خوشوقتم منم نوری هستم به من میگن آقا نوری آقا نوری بله
میذاری حرفمونو بزنیم یا نه؟ بله خواهش میکنم. میدونی ما خاطراتی از این نصرت ملعون داریم. بله. اگه بدونی با این پدر چه عشقایی کردیم ما سه نفر. بگو کجا رفتی؟ میخوای تو جای من بگو؟ نه نه بگو شما. بذار حرفمو بزنم آخه. میپری وسط حرف من؟ نه قشنگ میگه میگم. همون قشنگ؟ تو قشنگتر میگی تو بگو. نه نه اگه بدونی ما کجا رفتی؟ که الان یکیشو نمیشه بری. نمیشه. پس قله میرفتی؟ بله. اون امامزاد داود 50 سال پیشو میرفتی؟ بگو یه دفعه پات شکست. نشکن اونجا پات دیز خوردی هم؟ بس دیگه فرزاد میرفتی؟ حقیقتش اینه که ما سه نفر امروز تصمیم گرفتیم چون روز جمعه است بیاییم اینجا مچه اینو بگیریم. مچشو بگیریم ها. یعنی مچه نصرت رو بگیریم. آره درسته. راست میگه. اینم اینو راست میگه. درست میگه. آره. ولی ما نمیدونستیم اینقدر شیطون شده و اهل ددره. ددره. ببین فرهاد من قلب درست حسابی ندارم ولی گفتم بیام به این بی‌معرفت بگم. آخه تو الان کجایی؟ الان چه غلطی داره میکنی نا؟ آی دادا چی شد؟ دوباره قلبت گره؟ گلو؟ بابا مونه بلش کن بلنگ شو بابا یه لیوان آبی شربتی چیزی بیار. این الان میمیره اینجا رو دستمون میمونه. این دریچه قلبش پلاستیکیه. حالا حرارت بدنش بره بالا آب میشه بیدی شردم بابا حسابم بیشتر خورد میشه. وای دنم شما بشینید اینجا من خودم میرم آب بیارم. شما بشینید اینجا گلا میره آب بیارم. گلا یواش بابا شکست نغم بیا دندکو نشکنی قلبی اینجا ذره به ما. من گفتم نمیام به خاطر همینا. بابا از بس تو هرس و جوش میخوری آخر جونت هم میذاری سر این کار. ساکت تلفنی شما بشین شما بشین شما بشین تلفنی تلفنی بابا جواب باید بدیم که بس ما رو گشته بودی سر کار. الو علیکم السلام پسرم. کجا؟ نه عزیزم من اینجا تهرانی نداریم. نه پسرم نه قربون اون قد بالات برم خواهش میکنم. این فامیلی نصرت چی بود نوری؟ بابا تهرانی دیگه. تهرانی چه تجملاتی برای خودش درست کرده ماشاءالله. همش فکر مال و مناره تجملاته. الو آخه یکی بگی سلام عرشد آقا. بله اهلا سلام شما کجایید؟ خب آقا جو همه شاکیه برای چی؟ نه کی گفته منزل آقا تهرانی نیست؟ نه نه من تلفن اشغال نکردم. آره مطمئنم. خب حالا آدرس رو هم بگو. خب کرج آن طرف باغ میرید؟ باشه من یه جور خودم میرسونم دیگه. باشه خب میدونم بعد برم میدون آزادی سوارشم بعد از اونجا بیام طرف کرج و اینا. آره ببین شما تا برسید اونجا کبابا رو آماده کنید من سری خودم میرسونم. باشه فقط چیز این سهم کباب من دست زن. باشه از آره همون میوان بذارید برم. باشه خداحافظ. بابا عصبی شدن نداره که بابا کازم قندی بود یه خورده صحبت کردم تمام شد. عصبی شدن داره بابا میگه کازم قندی بود هر کی میخواد باشه. من میگم وقتی صاحب خونه خونه نیست تو حق نداری از این تلفن اینقدر استفاده کنی. به تمام فک و فامیلت برداشتی تلفن زدی. آخه صاحب خونه راضی نیست. میدونی راضی نیست این حرامه. آقای نور جان اینقدر عصبی نشو به خودت فشار نیار. همچه میگی صاحب خونه اینقدر غریبه است. این نصرت خانی که من میشناسم آخر سر میره این پرینتشو میگیره میاره. من باید پولشو بدم دا. تو چقدر دده ای؟ یعنی چی آخی؟ بفرمایید این آب قند. چیه؟ آب قند من حالتون بد نمیشه. آب قند بیا بیا بخور حالت جا بیاد. آی بده من بخور بینیم. آی خدا آی قلبم
مگه ایشون شما حالشون حالتون بد نبود؟ چرا؟ من حالم بد شد، ولی این آقا نوری ما هر موقع عصبی میشه ها همینجوری یهو قش میکنی، باید بخوره حالش جا بیاد. آخه ببین حالم جا اومد، حالش جا اومد. پیرشی جبور، پیرشی بس دیگه بده من، بس دیگه گلاب بابا ول کن تو، چرا اینقدر چونه میزنی؟ بس دیگه بسه. آقا جون زنگ زدن گفتن که سلام خیلی زیاد بهشون برسونید، بعد گفتن که همین الان برید، من خودم بعدم میام بهتون سر میزنم، فقط گفت الان برید. حتما شوخی میکنی فرهاد جان. من با شما شوخی دارم، یه همسن نتونم که شوخی کنم. یعنی جناب علی میفرمایی ما سه تا رفیق 50 ساله الان بلند شیم بریم؟ محترمانه بله، محترمانه بله، خواهش میکنم. باش تمنا میکنم. خواهش میگم باش، من الان منتظرم، من اونجا منتظر، همه غذا رو خوردن، من باید برم. برو برو. پس من میرم چمدون و ساکم رو برمیدارم، شما آماده بشید. آره برو. باش باش. ببین عزیز من، خودش گفته هفته دیگه میاد، بریم. ما بابا کاری نداریم که هفته دیگه هم که ما شاید بیکار باشیم، شاید نباشیم. اصلا نمیتونیم هفته دیگه بیایم، ما اینجا میشینیم از خودمون پذیرایی میکنیم بابا. اونم میشه به صافونه احتیاجی نداریم، ما اون رفیقمونه. اونم آخه فقط بری کرج. خب بره جهنم، کرج کار نداریم. خب بفرمایید. یعنی ما بریم؟ بریم. نه بشینید اینجا، بفرمایید برید بیرون. بابا یه چیزی به این بگو. بفرمایید نظر این شا ببینم این چیه؟ اینجا ریختی حتما شوخه بکنیم. مگه من با شما شوخی دارم؟ شوخه نداره، پاشین پاشه، شوخه نداره. بفرمایید بفرمایید بیرون. میگم جوان عصبانی نشو، اقل من یه لیوان آب خوردم به من پیر مرد بده، قرصامو بندازم، بلکه تا خونه برس. خودت برشی آب بخور. خب داد نزن. برو. میرم. چشم، من رفتم. برای چی بایستدید من نگاه میکنید؟ بفرمایید بیرون. بابا اون رفته آب بخوره، ما که نمیخوایم آب بخوریم. بس آب بخوره بیاد، میریم، نترس. بفرمایید بیرون. خیلی خب بابا بیا بریم. آخ شیطونه، میگه بلندش کن با سر بزنه. موسیقی